دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چگونه برخی از مسکن ها مانند ایبوپروفن و ژلوفن رو با گیاهان طبیعی جایگزین کنید. پس با من همراه باشید تا از این گیاهان تسکین دهنده آگاه بشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. ایبوپروفن از قرصهای مسکن است که در کنار آرام بخش بودن میتواند عوارض خطرناکی نیز داشته باشد. پس بهتر است از جایگزینهای خوراکی بی‌نظیر برای ژلوفن و ایبوپروفن استفاده کنید تا هم دردتان تسکین یابد و هم از عوارض این قرصها در امان باشید. مورد اول، جینسینگ. دردهای مفصلی و ناشی از آرتروز شما را کلافه کرده است. در این صورت می توانید سراغ داروهای طبیعی بروید که به اندازه که ایبوپروفن در کم کردن درد شما تاثیرگذار هستند. شما می توانید با مصرف گیاه جینسینگ این دردها را کم کنید و با استفاده از خاصیت ضد التهابی و ضد دردش هم استخوان‌هایتان را آرام کنید و هم از طریق داروهای حاوی کورتون برای کم کردن التهاب بافت روی بدنتان می‌گذارند را ایجاد کنید. مورد دوم، کندور. جریان خون ضعیف هم میتواند یکی از دلایل درد کشیدن شمایی که با بیماری های التهابی دست و پنجه نرم میکنید باشد و مصرف ایبوپروفن هم کمک چندانی به برطرف شدن این اختلال نمی کند. اما اگر مشکل شما از تنبلی جریان خونتان ناشی شده، با مصرف کندور میتوانید اختلال به وجود آمده را برطرف کنید. کندور که یکی از گیاهای بومی جنوب شرقی آسیا است، هم التهاب اندامهایی که باعث کلافه شدنتان از درد شده اند را کم میکند و هم با بهبود گردش خون در بدنتان حال شما را بهتر میکنند. مورد سوم، روغن ماهی. تأثیر روغن ماهی و دیگر خوراکی های حاوی اسیدهای چرب و امگا 3 در مبارزه با پوکی استخوان و ورم مفاصل بارها در بررسی های پژوهشگران ثابت شده است. روغن ماهی که به صورت مزه‌ای و خوراکی میتواند مصرف شود، یک ضد التهاب قوی که گاهی به عنوان جایگزینی مناسب برای ایبوپروفن معرفی میشود. البته خواص این روغن محبوب به کم کردن التهاب و درد محدود نمیشود و برخی بررسی ها که از تاثیر آن در درمان یا تسکین بعضی بیماری های روانی خبر میدهند. مورد چهارم، زردچوبه. شما هم شنیده اید درد زرددیدگی پا را میتوان با زماد کردن زردچوبه روی آن کم کرد. دلیل چنین اتفاقی وجود کرکومین در این ادویه است. یکی از مفیدترین ترکیب های موجود در زردچوبه کرکومین است که گذشته از خاصیت ضد ویروسی آن، ضد التهاب هم هست و میتواند دردهای ناشی از التهاب را به سادگی تسکین دهد. زردچوبه علاوه بر همه خاصیت هایی که گفتیم، یک ادویه ضد قارچ است و مصرف آن در غذاهای مختلف به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی اش میتواند شما را در برابر انواع سرطان ها بیمه کند. مورد ششم، پنج گربه. روماتیسم مفصلی می تواند انجام کارهای ساده را هم برای مبتلایانش دشوار کند، اما چاره آرام کردن دردهای روماتیسمی مصرف ایبوپروفن نیست. شما با گیاه پنج گربه که این روزها پایش به عطاری های ایران هم باز شده می توانید التهاب مفاصلتان را کم کنید و کمتر به خاطر آرتریت روماتوئید و بیماری های ناشی از التهاب بافت درد بکشید. البته گرچه این گیاه جزء گیاهان بی خطر و غیر رسمی طبقه بندی شده، اما بهتر است در صورتی که قصد مصرف آن را دارید در مورد میزان مصرفش با متخصص طب سنتی مشورت کنید. مورد هفتم، آلوه ورا. چند سالی است که آلوورا به سبد غذایی برخی خانواده‌های ایرانی وارد شده و از خاصیتی که برای پوست و مو دارد گرفته تا تاثیرش بر کاهش قند خون و درمان مشکلات گوارشی، همه آن را به گیاه یک گیاه داروی محبوب تبدیل کرده است. به عقیده محققانی که گیاهان دارویی را بررسی می‌کنند، آلوورا هم می‌تواند یک مسکن خوب برای کسانی که از دردهای ناشی از التهاب شکایت می‌کنند باشد. مورد هشتم، زنجبیل. زنجبیل تنها در روزهایی که سرماخوردگی و درد گوش و گلو کلافتان کرده به شما کمک نمی کند. این گیاه ضد درد و ضد التهاب سالها است در کشورهای آسیایی به عنوان داروی برای آرام کردن علائم PMS یا سندروم پیش از قاعدگی استفاده می شود. کافی است در روزهای قاعدگیتان 4 وعده 250 میلی گرمی از آن را مصرف کنید تا درد و سنگینی ناشی از PMS کمتر آزارتان دهد. مورد نهم، روغن زیتون. شاید تاثیر استفاده از روغن زیتون به سرعت قرص ایبوپروفن خودش را نشان ندهد، اما این داروی طبیعی هم از نظر متخصصانی که گیاه دارویی را مطالعه می‌کنند در گروه داروهای ضد التهاب قرار دارد. بررسی هایی که از این است که روغن زیتون هم یک ضد التهاب قوی است که می‌تواند جای ایبوپروفن را در خانه های شما بگیرد.
و مورد آخر ریحان. گیاه ریحان تنها یک چاشنی خوب برای غذاهایی که میپذیر نیست. ریحان هم پیری زودرس رو از شما دور میکند و هم به دردهای ناشی از تورم و مشکلات التهابی مجالی برای آزار دادن شما نمیدهد. تاثیر درمانی گیاه بر مشکلات کبدی، مغزی و قلبی ثابت شده و به خاطر آنتی اکسیدان فراوانی که دارد ضد پیری و ضد التهاب هم هست. مرسی که با من همراه بودید.